ما الان در جهان تشیع متاسفانه یک فرقه داریم من. من اصطا، اصطا به نام صوفیه به تصوف من واقعا میخوام استاد به توجه به تخصصش در زمینه مذاهب و فرق اسلامی یه توضیح بده حالا خیلی مختصر اگه میشه یعنی خیلی این مطلب وسیعه ولی میخواستم حالا در حدی که بتونن توضیح بدن که اینا اصلا حرفشون چیه اینا اصلا مسلمانن شیعه نماز رو قبول دارن اهل بیت چه دیدگاهی دارن کلا معمول میشن این که فرمودن در شیعه گروه صوفیه داریم باید ارز کنیم که صوفیگری مخصوص شیعیان نیست تصوف هم در میان اهل تشیع هست هم در میان اهل تسنن هم صوفی شیعه داریم هم صوفی سنی داریم و حتی تصوف قبل از اسلام هم بوده در مسیحیت و ادیان قبل هم این گرایش ها بوده در اسلام هم از غیر اسلام وارد شد و در بیشتر ابتدا در جامعه اهل تسنن بود و از اونجا به اهل تشیع هم سرایت کرد خب مطالب مختلفی دارن اون مطالب مشترکی که همه مسلمان قبول دارن اونا که به جای خودش محفوظ اما یه سری دیدگاه های خاصی برخی از صوفیه دارن همه صوفیام هم یک فرقه نیستن فرق صوفی شیعه داریم مانند فرقه زهبی فرقه نعمت اللهی که از او منچعب شده فرقه گنابادی اینها جز فرق صوفی شیعه محسوب میشن فرق صوفی اهل تسنن داریم مانند تصوف قادری صوفی قادریه صوفی نقشبندیه و مانند اینها چشتیه اینا باز از فرق تسنن صوفی اهل تسنن هستند خب حرفایی که دارن یک سری حرفا دارن که مسلمات و مشترکات اسلامی که خب حرفی نیست گاه یک سری حرف خاصی دارن این که فرمودید که حالا چه انحرافی گیرشون کجاست یکی از مطالبی که برخی از صوفیه مطرح میکنن اینه که میگن این دستوراتی که در شهر هست افراد باید عمل کنن تا برسن به مرحله کشف و شهود موقعی که رسیدن به اون مرحله حقیقت اون موقع دیگه تکالیف از اونها ساقطه یه ده صوفیه اینه میگن به تعبیر دیگر میگن ما یک طریقت داریم یک شریعت داریم یک حقیقت داریم شریعت چیه گفتن احکام دین تعبیری که آقای مولوی در مصنوی در یک مقدمه یکی از دفاتر مصنوی نوشته ایشون اینجوری تفسیر میکنه میگه شریعت همون احکام دینه طریقت عمل به آنهاست اینها همه مقدمه رسیدن به حقیقته که واقعیت ها بر شما کشف بشه تا زمانی که به حقیقت نرسیدی هم نیاز به شریعت داری هم طریقت یعنی احکام رو باید یاد بگیری احکام دین را و عمل کنی عمل به آنها میشه طریقت تا کشف حقایق برای تو بشود واصل به حق بشید موقعی که اونجا رسیدی دیگه این مقدمات لازم نیست خب این مطلب را عموم علماء تشیع و تسنن فقها شیعه و سنی قبول ندارند میگن انسان به هر مرحله ای که برسد تکالیف از او ساقط نمی شود علماء اهل تشیع دارن علماء اهل تسنن دارند، ولی ادعی از صوفیه چنین اعتقادی دارند اشکالی که گاهی بعضی ها... اشکال دیگری که ادهی مطرح میکنن این است که آقایان به جای مسجد سازی خانقاه میسازند یه موقع مسجد میسازن یا یه محلی هم میسازن مثلا ایت. اگر کسی عذر داره نمیتونه تو مسجد شرکت کنه اونجا شرکت کنه خیلی از اهل تشیع در کنار مسجد یه حسینیه میسازن تکیه میسازن اصل مسجد نماز برنامه ها تو مسجد کنارش هم یه جایی میسازن گاهی بعضی خانم ها عذر دارن نمیتونن شرکت کنن تو مسجد اونجا حضور این مانعی نداره اما اینکه مسجد نسازی به جای مسجد ساختن یه جای به نام خانقاه بسازی اینو خب عموم علما مخالفن میگن پایگاه اونی که پیغمبر ساخته به مسجد ساخته نه خانقاه اینم به اصطلاح یک نوع بدعتی میدونن چیزی جایگزین مسجد و به جای مسجد و یک سری آداب و رسومی گاهی از اوقات دارن کارهایی که اینها ریشه اصلی در دین نداره بعضی از نمیگم همه فرق خب یک سری برنامه های دارن که عموم علما گفتن که بعضی از اینها بدعته ولی همه مطالب به تمام فرق نمیشه نسبت داد و ضمن اینکه اینا شهادتین رو بر زبان جاری میکنن هر کس شهادتین بگوید و منکر هیچ یک از ضروریات دین نباشه مسلمان محسوب میشه از نظر شیعه و سنی اگر کسی یکی از ضروریات دین را منکر بشه دیگه از دائره اسلام خارج میشه